لا إله إلا الله، بها نحيا وبها نموت وبها نلقى الله وبها نلقى الله وبها نلقى الله وبها نوالي. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. بگو نماز و تمام عبادات من و زندگی و مرگ من همه برای الله پروردگار جهانیان است، همتایی برای او نیست و به همین مأمور شدم و من نخستین مسلمانم. توحید و معنی لا اله الا الله. توحید و معنی لا اله الا الله. الله خالق و روزی دهنده و بخشنده تمامی نعمتها و یکتا و یگانه هست. پس چگونه انسان به خود اجازه می دهد که به سوی مخلوقی همچون خود متوجه شد؟ آیا می دانید برای چه آفریده شده اید؟ و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. من جن و انس را نیافریدم جز برای اینکه عبادتم کنند. سلسله توحید. ایمان به لا اله الا الله یعنی اقرار به وحدانیت الله سبحانه و تعالی. ایمان به لا اله الا الله یعنی تصدیق به قلب. ایمان به لا اله الا الله یعنی عمل به لا اله الا الله. ایمان به لا اله الا الله دعوت همه پیامبران الهی. تنها مأمن تسکین دردها لا اله الا الله. تنها راه نجات انسان توحید. تنها راه نجات انسان لا اله الا الله. توحید اولین و اساسی ترین شرط رستگاری و رسیدن به کمال معنوی است. توحید مهمترین موضوع مطرح شده در همه کتاب‌های آسمانی و مخصوصاً قرآن مجید. توحید تنها هدف بعثت انبیا و دعوت مشترک همه پیامبران از آدم تا خاتم علیهم السلام بوده. وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. و ما هیچ رسولی را به رسالت نفرستادیم جز آن که به او وحی کردیم که به جز من الهی نیست، تنها مرا به اکتایی پرستش کنید و بس. سلسله توحید. همه موجودات و فرشتگان و انسانهای با عقل و دانش به یگانگی او جل جلاله اعتراف می کنند. شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزیز الحکیم. گواهی داد الله به یکتایی خود که جز او هیچ معبودی نیست و فرشتگان و صاحبان علم و دانش نیز به یکتایی او گواهی دادند. تدبیر کننده عالم است به عدل یا همواره برپا دارنده عدل و داد است. جز او که توانا و حکیم است هیچ معبودی نیست. لا اله الا الله رکن اول و اساسی دین مبین اسلام است. پیامبر محبوبمان محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و صحبی و سلم می فرمایند اساس و پایه های اسلام بر پنج چیز استوار گردیده. اول گواهی دادن به این که هیچ معبود و اله به حقی غیر از الله یکتا و بی همتا نیست و این که محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرستاده الله است. دوم و برپا داشتن نماز. سوم و پرداخت و ادای زکات. چهارم روزه ماه مبارک رمضان. پنجم به حج بیت الله برای کسی که توانایی داشته باشد.
تنها اعتقاد به لا اله الا الله و عمل به آن است که انسان را به رضای الهی و بهشت جاوید میرساند. و بدون این عقیده اگر کسی حتی به اندازه تمام دنیا اعمال صالحه و اخلاق فاضله داشته باشد، باز هم عاقبتش جهنم و عدم رضایت الله جل جلاله. شرک گناهی بزرگ است و هرگز بخشیده نمی شود. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله هرگز شرک را نمی بخشد و پایین تر از آن را برای هر کس که بخواهد و شایسته بداند می بخشد. موحد گناهکار بخشیده خواهد شد، اما عابد مشرک هرگز، زیرا مشرک با داشتن این عقیده بزرگترین ظلم را به الله جل جلاله مرتکب شده و ظالم هرگز رستگار نمی گردد. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. و جز الله چیزی را که نه سودی به تو میرساند و نه زیانی مخوان، اگر چنین کنی از ستمگاران خواهی. و هر مسلمان باید بداند که و این یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو و این یریدک بخیر فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. واگر الله برای امتحان یا سزای گناه زیانی به تو رساند، هیچ کس جز او آن را برطرف نمی سازد. و اگر اراده خیری برای تو کند، هیچ کس مانع فضل او نخواهد شد. آن را به هر کس از بندگانش بخواهد می رساند و او غفور و رحیم است. هر مسلمانی باید بداند که تمسخر و ریشخند زدن به شعائر دینی یا به شوخی گرفتن قرآن یا پیغمبر یا مؤمنین و آنچه متعلق به الله جل جلاله می باشد و امور دین کفر است. و یکی دیگر از مسائل مهمی که هر مسلمان باید بداند این است که هنگامی که از ذات الله تبارک و تعالی چیزی می خواهیم، به نامهای او تعالی بخواهیم و کس دیگر را شریک برایش قائل نشویم. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند خانه هایتان را قبرستان نسازید و قبر مرا محل جشن و تجمع قرار مدهید و برای من درود بفرستید، زیرا از هر کجا درود بفرستید به من میرسد. رها کنید قبر پرستی را، رها کنید پیر پرستی را، رها کنید زیارت ها و بارگاه ها را، رها کنید قبر پرستی را. مگر نشنیده اید که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از گچکاری و تزئین قبور و نشستن بر آن و ساختن بنا و گنبد و بارگاه بر روی آنها نهی فرموده اند؟ رها کنید قبر پرستی را، رها کنید پیر پرستی را. هرگز فالبین و نجومی را تصدیق نکنید، هرگز فالبین و نجومی را تصدیق نکنید. به نزد جادوگران نروید، به نزد جادوگران نروید. آیا میدانید که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هر که جادوگری را یا فالبین و غیبگوی را تصدیق کند، به آنچه به محمد صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده کافر گشته است؟ و در جای دیگری فرمودند هرگز به بهشت وارد نمی شود. پس برادران و خواهران مسلمان، به دستید از روزی که یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. روزی که مال و فرزندان سودی نبخشد مگر کسی که با دلی پاک نزد الله بیاید. بترسید از روزی که برای حساب و کتاب حاضر شوید. در آن روز وجاءت كل نفس معها سائق و شهید. و هر نفسی
کسی را فرشته‌ای برای حساب و کتاب به حشر بکشاند و فرشته دیگری به اعمال نیک و بدش گواهی دهد. امروز این سخنان را نمی‌شنوید و یا باور